ماه رمضان ماه بیداری در سایه دینداری هست رمضان مبارک بازم خوش آمدین ادامه صوب زندگی در این بخش مهمان خیلی گرامی ما آقای حکیم نوروز متخصص به گیاهی با ماست در مورد استفاده از فواید خاکشیر، ریحان، بادیان، اسفرزه فرزه میخواییم صحبت های بیشتر داشته باشیم که چی خواست داره، چی فواید داره و کسایی که بیشتر با طب گیاهی سر و کار داشتن حتما خواص و فوایدش بیشتر میدانن آقای اکیم نوروز در صبح زندگی با ما هستن نوروز صاحب سلام صبحتون بخیر خوش آمدین به صبح زندگی بازم تاعت عبادات شما قبول باشه سلام به با شما و بینیدای عزیز خدا کنه که خوب باشه ماه مبارک رمضان و تمام مسلمان ها مبارک میگیم سپاسگزار از اینکه دعوت ما را پذیرفتین در رابطه خواص و فواید چند گیاهی که با خود آوردین خاکشیر است بادیان است تخم ریحان است و اسفرزه است چقدر تاثیر مثبت میگذاره در ماه مبارک رمضان که ما این گیاه را نوشجان بکنیم و می خواهیم در رابطه با اینکه چگونه استفاده شود از شما بدانیم نوروز بله جمشی جان واقعیت که خاکشیر، بادیان، ریحان یا اسفرزه همه وقت میشه که استفاده شوه اما در ماه مبارک رمضان کسایی که اشتیاها نداره میتونه که از خاکشیر استفاده کنه که اشتیاها است و کسایی که گازات میده داره حضمیت نداره از بادیان میتونه که استفاده کنه و کسایی که تکلیف حسابی و هم با قلب و با میده فایده داره از تخم ریحان میشه که استفاده کنه و بعض کسا که سوخت داره میدهش تزابیز یا درد بکنه میتونه که از اسفرزه یا گرد اسفرزه استفاده کنه با وصف اصر جدید و تکنولوژی, پیش رفته عدوی هایی که دکتر سایبا توصیح میکنن اما بعض چیزهای از حکمت های پروردگار که اینا فواید بیشتر سرتره داره بیاین از گرد از فرزه بگین با واقعیت خیلی در ماه مبارک رمضان میگن نزدیک افطار که میشه یا بعد از سحری میگن امو میده ما جغس داره یا سوزش داره یا درد داره شما از بله. که تاریخی از فرزه یاد که طریقی از این چگونه باید استفاده شود یکی ناوز. خود از فرزه از جمشید جان یکی هم صد از یا گرد از فرزه که ما شما میگیم یا از فرزه سفید اس سفید میتونه که از امی از سفیدم یا که تقلب هم آمده. دبای نشاد سوژی مکس میکنن های ما متوجه باشند که عصی از ازی فقط سفید است و دبای بین گلاس آب که انداخته شد که پایی نشینه. فقط در آب جذب شوه یا قاشقکه که فقط مکس کده میتونه که پیش از غذام بخوره و بعد از غذا بخوره. بله. یچقدر خوب به خاطر سوخت و اذیت و درد میده و یک چیز طبیعی در همه دواخانان پیدا میشه و به دکانهای عطارون پیدا میشه یه طرز استفادهش و فایده که با بله. اگر مطلع به بود بر رنگ جگری است که او را به خود آوردیم او یک بار شسته میشه که آبش پاک شود دوباره در آب مکس میشه کسایی که میخواست شکر بوره بندازه میتونه که طعمش خوبتر شود با بوره یک جا نوشک جان کنن میشه فایده است فرزه حالا سر تخمه ریحان که دانه های سیاره بله گرفت تخم ریحان دانگک سیاس یک قاشقک بزرگ یعنی قاشقک غذاخوری در بین یک گلاسک آب که وقتی که انداختن خوب سعی مکس کنن گلاس آب یک بغله بگرن که آبش دور شوه خود تخم ریحان در بین گلاس میپاید که آسان شوه دوباره آب مکس کنن قدرت خدای سیاس سفید میگرد رنگ خود تغییر میتا میتونه که در این بوره یا شکر چیزی بندازه و با فقط خودم مکس کنه بخوره این هر کس میتونه یعنی کسی که شکر داره خانما کوچکا بزرگا هر کس میتونه برای کس مضر نیست یعنی من هم است. خوبی همی نباتات گیاهی همیست که هیچ عوارض و ضرر نداره هر کس میتونه های کوچک یعنی کمتر بخوره آدمای کسانی که اونشان بالا از کمک زیادتر از هم اشاره کردین بله جانا یعنی تخم فایدش تقویه کننده قلب اعصاب خواباور و هم به خاطر سردردی خوب است و هدف ما به میده است که هم به میده خوب است هم به اصاب چون که میده به اعصاب ارتبا داره و یک نباتات تخم تخمرهان بسیار آسان و ارزان پیدا میشه بله. یک آب کش میشه باز دوباره بله. آب میرزیم آه. اگر اصل یا شکر آه. چیز اضافه بکنیم خوب خوب میشه خوب اگر نشد بدنهای خودم میشه چقدر خوب بله. در ماه رمضان دیگه این <coughs> وقتش است که باید استفاده بکنیم کسایی که کمه میکنن یا مشکلات میکنن کسایی که بله کمه که کمه از تخم رایان استفاده کنن این پیش از غذا بعد از غذا از قابل تشویش نیست آرام خواب آور است بله. ومی بادان سیومی ام بادیان است که بادیان هما هموتنان ما به ی بلدیت داره که یکی جوانیاس یعنی یکیام بادیان ای بادیان دانگ کهای کته ست و د یوم دو رقم است که یکی رنگ کدگی عرقش گرفته میشه بازی رنگ میکنن در بازار فروخته میشه یکی وطنی خود ما شما بسیار تو اورجینالش آه, آه, آه خب بدون عرق است که عرقازی کشیده نشده بسیار تو خوب تمام داره یک بوی تیز داره ایرا میتونن که دمنوشام کنن و میشه که کمکی پاک کنن چیزی نداشته باشه مثل ج... اما تو کپگکی کپا کنه سرش آب و چای نوش جان کنه ای به خاطر عظمت و دمش خوب است ای با قبضیتم آخر... از بین میبره قبضیت و عزمیت هم خوب است با آقایان در وقت ضرورت خوب است و بدون ضرورت زیاد استفاده نشه ضرر داره یعنی با, با مردها یک کمکی میتونه شده که اگر اضافه شوه میتونه که ضرر کنه در وقت ضرورت نه وقتی که یک کس میده درد و دمش بد از می داشته باشه آزادانه بخورن چون که خوردن هم بلد هستن هم وطنان ما ولی زیاد علاقه نداشته باشن علاقه به با... با... در وقت ضرورت آه. بله اینا که بعد از شب هر وقت میتونن آه. که بخورن برای بله بسیار خوب است به خاطر ازمیت به خاطر کمشیری به خاطر اعصاب ایره بعد از غذای شب ای بعد از غذا خورده میشه اگر کس نصف شب یا پیش از غذام اگر دل درد میده درد بود میتونه که پیش از غذا بخوره اما در کل بعد از غذا خوب یک خاکشیر مونه کوتا درباره خاکشیر برام بگید خاکشیر خاکشیر چاق کننده است و هضم کننده است کسایی که لاغر هستند میخوان شان زیاد شوه خاکشیرم یکی دو بار تا سه بار در آب شستشو شو شو اگر میخواستن که یعنی فربی شوند چاق شوند وقتی که خاکشیر شسته شد بازکت شیر و بورا این را مکس کنند بخورند این مشکل نداره پیش از غذا میشه بعد از غذا و کسایی که نمیخوای که چاق شوه صد به خاطر هضمیت خوب است یعنی اشتها آور است باز بدون شیر فقط در آب مکس کنن بورا لیمو اگر انداختن خوب اگر نشد تنها میشه که بدون لیمو با بورا یک جای مکس کده نوش جان خیلی عالی تاریخ جدیدش من نمی در باشیر که چاک کننده است این چاک کننده با باشیر اگر یک جا شما خوب تر سپاسگزار هستم اکیم نوروز متخصص طب گیایی از اینکه امروز دعوت ما را پذیرفتین و چه یک معلومات مفید را ارائه کردین که در ماه مبارک رمضان هموطنان عزیز ما که بیننده بودند صبح زندگی را حتما نگاه حالت مراجعه میکنن به خرید چند تخم چند گیاهی که معصر واقع شود تشکر جمشید از شما که همیشه در خدمت هموطنان ما هستی و ما هم خواستم یک چیز دو... دو... دوای طبیعی سنتی را به دوستها به معرفی بگیریم که یک چیز ارزان و آسان و بدون ضرر باشه ده. و هر کس که در ماه مبارک رمضان یا بدون ماه مبارک رمضان از این استفاده کنند که یک نتیجه خوب بگیرم و سلامت, سلامت باشه, باشه. تشکر, تشکر از خزدام. سپاس شاید. از شما ایزا هم که بیننده صبح زندگی هستین این کسی که تازه از خواب بیدار شدن بازم صبح شما بخیر باشه در حال حاضر هم وقفه داریم دوباره برمیگردیم بعد از وقفه گزارش حفیظ امیری را همچنان فراموش نکنید که شهر کابل است گزارش می داشته باشیم